دلم مایه که کشورم آباد باشه، دلم مایه که کشورم آزاد باشه. ای خدا جان من خیلی آرزو دارم کشورم از زیبایی ها رنگی باشه، کشورم از زیبایی ها رنگی باشه، شعار هر مرد و زن آزادی باشه، آزادی باشه. چرا سول معنی نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بیگناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره. چرا سول معنی نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بیگناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره. دلم مایه که کشورم آباد باشه، دلم مایه که کشورم آزاد باشه. ای خدا جان من خیلی آرزو دارم کشورم از زیبایی ها. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و مهربانی خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستین حال شما خوب باشه. فعلا در قلب فرانکفورت حضور داریم. فرانکفورت جایی که آسمان خراش‌های بزرگ این شهر آلمان را احاطه کرده و این ساحه مشهور به منعتن دوم، نیویورک کوچک و یکی از جاذبه های بزرگ گردشگری در دنیا می باشه و به شمار میره. چرا آمدیم به فرانکفورت؟ آمدیم از راه خیلی دور به دیدار هنرمندان جوان افغان که چندین سال میشه که کار موسیقی میکنن و قرار یک گفتگوی بسیار جذاب و خودمانی داشته باشیم. تا پایان با ما همراه باشین، این ویدیو رو اصلا از دست ندیم. قصه های بسیار جالبی داریم و اجراهای خیلی قشنگ و دلپسندی در ادامه خواهیم داشت. تور میبینم دلم آروم میشه، آسمان دلم پر بارون میشه، تو حوری و شهزاده قلبم، سختی دنیا با تو آسون میشه، سختی دنیا با تو آسون میشه. ای گل گندم عشق قشنگم، هر لحظه هر بار به دور تو بگردم، ای گل گندم عشق قشنگم، هر لحظه هر بار به دور تو بگردم، به دور تو بگردم. خب دوستای عزیز، در کنار هنرمند جوان آقای آرمیای عزیز هستیم که من کارای نار دیدم و خیلی هم دوست دارم. صدای بسیار خوب، خوشتیب، جوان، خوشاتیه و پر انرژی. آرمیا جان سلام، خسته نباشیم، خدا قوت. سلام آقای مقیمی بزرگوار، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خیلی خوش آمدین به شهر زیبای فرانکفورت و سلام گرم به هموطنان عزیز از چنل آقای مقیمی بزرگوار. انشاءالله که هر جا هستین لباس عافیت به تن داشته باشین، لباس شما خندون باشه و به دور از بلایا باشین، سلامت باشیم، زنده باشیم. آرمیا جان، خود ما به یک شرایطی داریم این مصاحبه رو صد میکنیم که دیگه آلمان سرد شده و میده باران هم هست، هوا هم کم سرده. اگه صدا ما لرزش دیش دیگه شما بزرگواری خوب باشین، درسته؟ خیلی خوب، گفتگوی ما خودمانیه و میخواییم که خیلی خودمانی صحبت بکنیم، از اینجا قصه بکنیم که چند سال شد آلمان آمدیم و از هنر بگیم که چند سال شد که به سمت هنر حرکت کردیم. درسته، زنده باشین. من از
توسط سال 2015 وارد آلمان شدم و با آلمان هم تا همین لحظه. البته چالش ها و داستان های بود که خلاصه در مورد در برنامه های بعد انشالله خود شما قصه میکنیم صحبت میکنیم. بسیار عمالی. و چند سال میشه که موسیقی میکنیم و چی سبک موسیقی پیش میبریم؟ سبک موسیقی کلاسیک، پاپ کلاسیک من پیش میبرم. البته در گذشته که به ایران بودیم در شروع در اوائل سبک رپ کار میکردم، خب گذاشتم کنار به دلایل و حال سبک پاپ ادامه میدم. دیگه خودم علاقه مند سبک بیشتر پاپ راکم که در کارهای آینده انشالله تصمیم دارم که کارهای بسازم در این سبک، ولی فعلا کارهایی که ساختم، کارهایی که خوندم و به نشر رسوندم کار سبک پاپ کلاسیکه. و موسیقی را من داخل یک خانواده موسیقیایی کلان به دنیا آمدم، بزرگ شدم. از برادر بزرگ ما که هستن نوازنده پیانو کیبوردن که داخل خیلی حال محفلا و خیلی جا داخل ایران اینا از قدیما مثلا، و اینقدر شوق و اشتیاق از اون بچگی داخل ما به وجود آمد. من یاد منه در دوران بچگی وقتی برار من نوازندگی میکنم کیبورد میزد، من میردم سرخ رو کیبورد میداشم اونجا من خواب میبرد، اینقدر مثلا شوق و علاقه داشتم. در کنار از او که دیگه دایی من مامان هم داخل عرصه موزیک هستن و میشناسن از چهرهای معروف هم خلیل جان یوسفی. بله. پس شما خواهرزاده خلیل جان یوسفی؟ بله بله بله. خلیل جان یوسفی اگه ویدیو رو میبینم سلام گرمی تقدیم میکنم. یادمونه ما یک سال پیش مصاحبه داشتیم به ایراد، یادش بخیر. هنرمند خیلی خوب کشور ما و ادامه بده. زنده باشه. و دیگه تا حال دارم ادامه میدم دیگه از امو یعنی موسیقی به طور حرفه‌ای و داخل مارکتی که من شروع کردم تقریبا دقیق نمیتونم بگم دقیق، چون با چالش های روبرو بودم، داخل مهاجرت بودم کلن قبل ای که به ایران باز دبی به هر حال وقفه میفتاد داخل کار، ولی کلن مثلا بخوایم در جمع حساب کنیم 8 ساله بود کار میکنم. بله بسیار عمالی. 8 سال میشه. و ای که قصه مشترکی که همه ما شما اینجا داریم قصه بیوطنی هست و دوری از وطن میباشه. مشکلات خیلی خاصی داره اینجا زندگی کردن، از این بگیم که با وصف از این که مطمئنن درگیر درس و کار و روزمرگی هایی که در اینجا داریم، آیا وقت میشه برای از این که با انرژی و با پشتکار زیادی موسیقی رو ادامه بدیم یا خیر؟ واقعا خب کسایی که حال داخل عرصه موزیک هن خب نمیشه همه مساوی گفت، چون یکی هست که کلا از جای دیگه تامین میشه یا مثلا از قدیم و ندیم بوده همه چیز ساخته و حالا میپردازه به موزیک، یا مثلا کلا ماجرا هر که فرق میکنه زندگی. ولی برای من خود من شخصا خیلی چالش ها تا زندگی من بوده هست و مثلا گاهی وقتا کسایی هستن حتی که میان سنگ بندازن جلو پا آدم که مثلا آدم نتونه پیشرفت کنه، یا مثلا واقع وارد عرصه موسیقی که میشه داخل مارکت افغانستان وقتی که با کسایی که حال داخل مارکت کار میکنن، آدم مثلا کسایی که نوپا هستن میان وارد عرصه موسیقی بشن و مثلا کسایی که بیان کمک کنن یا نه فهم پشتبانه باشن یا مثلا سپورت کنن طرف، نه این حرفا این چیزار من شخصا حقیقتا ندیدم و یک جای هم یک دلخوری ها پیش میاد، یک چیزایی من دیدم که آدم مثلا زده میشه طرف مثلا از این کار. غیر از این که تلاش کردم که مثلا همیشه سرپا خود خوب باشم، چه ترانه سرایی چه کمپوزیتور، خدا رو شکر همی استعداد خدا به من بداده که هم ترانه سرایی یا مثلا کارا و کمپوزا اینا هم مثلا خود منه، این نیه که برم از کس سگه بگیرم، اینا خدا رو شکر اینا مثلا از خود منه، اینا رو من خود من دارم انجام میدم. بسیار عمالی و این خیلی گپ خوبیه و من درک میکنم شما که چون حالا رسانه و موسیقی اگه حوزه فرهنگی مشترک میشه شباهت های زیاد کار ما و شما داره به هم، و از طرفی هم میفهمم که اینجی قطعا موسیقی فکر آرام مایه بودیجه نیاز داره که شما بخواییم یک کار خوبه بدیم به بازار،
ولی اینجاگا جوانای وطن ما در هر کشوری که هستن در کنار درس، در کنار کار، در کنار دنباله که در افغانستان دارن، بازم از عشق و علاقه خود تلاش میکنم که دور نشن و فکر کنم این چیز در شما هم هست 100%. یعنی با تمام تلاش و با تمام انرژی هر موقع که نیت دارم کار بسازم یا مثلا دوست دارم به بهترین نحو احسن باشه به کار، یک کار مطلوب و یک کار مفیده که مثلا شنونده لذت ببره، احترام به شنونده، من هم به خود خو هم به شنونده، چون کارهایی که میسازم بیشتر کارهای دلیه، کاملا دلیه، چیزی هم که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. حالا البته مدت خب زیاد داخل فضای مجازی، داخل سوشیال میدیا کارار به صورت به طور رسمی هنوز پخش نکردم، شاید به چنل یوتیوب بوده و مثلا اینا، ولی به اسپاتیفای و نمیفهمم خیلی چنل های دیگه، انشالله به امید خدا به طور رسمی موزیکا هم پخش میشه و در دسترس عموم قرار میگیره و میتونن که استفاده کنن. امیدوارم که بتونم، حالا اگه کار اجتماعی در بین کار ما بین کارام از این بعد نیت دارم شاد بسازن، چون مردم ملت ما خیلی خسته هم دیگه، خسته از جنگ، خسته از مهاجرت، هرچی، یعنی حوصله چی دلوردار موزیک غمگین و اینا رو ندارن، کسی ندارن، واقعا مردم شاد بیشتر دوست دارن و نیت داریم که به کارهای آینده به امید خدا کارهای شاد ارائه بدیم و دل هموطن ها رو شاد کنیم به امید. خیلی عمالی، آرزوی موفقیت داریم و انشالله که موفق باشیم. در مجموع چند پارچه تال تولید کردیم و یا هرچند اشاره کوتاهی داشتیم، واضح تر اگر اشاره بکنیم منتشر بشده یا نه؟ درست، در مجموع خب من کارهای دارم که حتی اصلا من خود محال در دست رسم نیه، چون مثلا همون باز بس مهاجرت و اینا، مثلا به ایران بودیم، خب قدیما چیز کمتر بود، امکانات سیستم کامپیوتر بود یا به دلیل جابجایی ای و روبر کلا پروژه پاک شد و ندارم کلا در مجموع. حال 9 تا 10 تا آهنگ دارم که 5-6 تا نام از طریق اینستاگرام و یوتیوب و اینا من به نشر رساندم. یک کار آخری که من ویدیو کلیپ رو پخش کردم فعلا در چنل یوتیوب منه به اسم مهاجر، که امی سرگذشت داستان مهاجرت و داستان زندگی خود مانه، داستان زندگی خود من و خیلی هموطنایی که حالا بعضی ها میان به ایران و خلاصه زندگی کردن میفهمن چی میگم، و اثر مهاجر خیلی اثری که درد و دل همه هموطنامونه. خیلی عمالی، حتما باز زمزمه‌ای هم در ادامه خواهیم داشت، اجراهایی هم سعی میکنیم که داشته باشیم با آرمیا جان. چند سوال کوتاه میکنم کوتاه جواب بدیم که باز به خیر خود شما بریم به سمت اجرا. خب بیننده ما قطعا منتظرم که کارا شما رو بشنوم، ببینم اجرا شما. هنرمند مورد علاقه شما در افغانستان، 3 نفر نام بگیریم. خواننده زن یا مرد فرق نمیکنه. من بانو آریانار چون از حلب بودم که خیلی تلاش میکنم و خیلی خانم پرتلاش هستند و تاثیرگذار و خیلی پرچم افغانستان بالا بردن داخل خیلی جا. خب به هر حال دیگه از خواننده‌های مردم امزایر در سطر اول واقعا که بی تکرار فکر کنم دیگه نظیر ندارم. یک هم ماماشون ناراحت میشه، یک هم مامامه، یک هم قطعا خب بخشی از موسیقی و بخشی از زندگیم مامانه واقعا سپورت میکنن، هم سپورت میکنن هم خودم با نواها و با کارهای ماما خوب زندگی کردم با هم. بله. و من الگوبرداری هم کردم. خیلی. شاید و صدا شما اگه دقت کرده باشیم
چون ژن دیگه اما تون صدا شما مثل تون خیلی جان یوسفیه و قطعا صدا شما رو میشنید خیلی قشنگه، خیلی صدا خیلی جان هم خب ماشاءالله یک صدای انقلابیه، یک به نظر من البته من دوست دارم خیلی جان انقلابی اجرا کنم، مثلا می آهنگ حرف دلت را ایام وطن من میزنم ور که میشنوی اتومات دیگه اونایی که اهل موسیقی هم علاقه دارن همین موا بدن تو راسته میشه از بس تاثیرگذار و با مفهوم و درد امو جامعه متاسفه. بله خلیل جان واقعا ما گفتم تعریف نکنم شما تعریف کنم بهتره چون ما بگم با میگن خوارزاده و چی ولی یک از هنر ولی خب آدم از حقیقت نگذاره چیزی که من تو موزیکم مال مردمم گوشا اینا با موزیک خیلی آشنا شده خیلی مثلا نسبت به قدیم که یا یک چیزی گوش میدادن نمیفهمیدن طرف حال خیلی گوشا قوی شده مثلا مردمم موسیقی های خوب اومده ولی خلیل جان واقعا یکی از خوبای افغانستانه صداهای خوب تکه واقعا از استعداده ها و چون من میشناسم اینا رو من میگم بدون شک واقعا حالا حتما بینندم اگه لبخنده اگه ریزی هم دارم نه دیگه ماما شما نم نه جدای از این گپا دقیقا واقعا آدم خود شما دوست دارن حال دارن میان البته دیگه خوشخبری تا بگم یا خب باش البته انشالله شما هر جا هستم خوش و خوشحال هر جا هستن خوش و خندان باشن و انشالله یک روز فرصت شد کنار شما شیشتم و کنار شما اجرا کردم و همون لحظه مو به بدن شما سخ نشد شما هر چی دوست دارم بگم بدون شک حرف ما میفته دقیقا حرف شما رو تایید میکنم چون من از نزدیک به ایراد شیشتم خود اینا و کارا خوب دیشتن خیلی عمالی چی صحبتی که ما نکردیم هرچند خیلی صحبت طولانیه چون میخواییم که بیشتر بپردازیم چند اجرا از شما ببینیم توقع هنرمند جوان ما که تازه می وارد میشه البته شما خود چند سال میشه که داریم کار میکنیم تلاش میکنیم ولی دوست داریم وارد بازار بشیم و یک کار با کیفیت بدیم توقع شما از آدینس شما از شنونده شما از مخاطب شما چی هست؟ چقدر انتظار حمایت داریم؟ ای خب هنرمند هر چی داره از مردم داره واقعا چون مردم نباشه هنرمندی هم وجود نداره فضای حمایت خیلی متاسفانه بعضی جاها البته محصور از قومیت و ملیت و ای داستان ها هست دوست دارم نباشه مثلا دوست دارم هنرمند واقعا حمایت کنن یک شخصی که از گل و بلبل میخونه یا نفهم استعداد نداره یا مثلا داره چتیات مثلا میخونه مثل شخص ایکس و ایگرگ که صحبت میشد واقعا آدم های علکی یا نفهم چیده حمایت نکنن ولی وقتی مثلا یک هنرمنده که میفهمن در راه درسته و مثلا بله حمایت کنن چون که او شخص داره واقعا زحمت میکشه چه داخل زندگی چه داخل مثلا عبوبت کاری یا هرچی خوبه که حمایت کنیم هنرمنداخو و پشتیبانه کنیم که باعث رشد هم کشور بشه هم ترقی شخص بشه و فرهنگ و هنر بیشتر 100% بسیار عالی من این فرصت را ایجاد میکنم که میشه سوشال میدیا را هم بگیم دوستای میشه علاقه داشته باشم کارا شما رو دنبال کنن چون به خاطر شما به چینل یوتیوب گذاشتیم احتمالاً من کارا شما رو نمیتونم پخش بکنم کپی رایت میخوره میشه آدرسا خور بگیم که کسایی که دوستش هم شما رو فالو کنن تشکر جان سپاس کسایی که دوست دارن بنده عقیر دنبال کنن داخل سوشال میدیا داخل اینستاگرام فعالیت دارم داخل همه جا فعالیت داریم چون که به خاطر کار هنری میکنیم مجبوریم یعنی به همه صفحات شیر کنیم داخل چینل یوتیوب آرمی آفیشیال آرمی آفیشیال به کل جا یوتیوب اینستاگرام تیک تاک فیسبوک به همه جا خیلی عمالی خیلی کیف کردیم خیلی لذت بردیم آرمیا جان آرزوی موفقیت میکنیم و خیلی خوشحال شدیم که با عالمی از سختی ها بچه های وطن ما اینجا هم زحمت میکشن و تلاش میکنن که فرهنگ و هنر رو زنده نگه دارن یه چیز با ارزشه در ادامه میریم چند پارچه اجرای قشنگ هم میبینیم از آرمیا جان من از حضور شما خداحافظی میکنم در اخیر هم اگه پیامی داشته باشم
زنده باشین. در آخر آرزوی سلامتی و آبادی و آزادی وطن ما شما، انشالله که از مهاجرت و از غربت و اینا ما شما نجات پیدا کنیم و هیچ کس بی خانه و بی آشیانه نباشه. و آرزوی تندرستی و سلامتی دارم، انشالله که هر جا هستین به قول ما ایرتیا نون شما گرم باشه و آب شما سرد، دل شما هم بیغم، دل شما هم بیغم باشه. زنده خیلی عمالی، خیلی عمالی، خیلی تشکر. تشکر که با ما همراه بودین. بریم چند تا اجرای قشنگ ببینیم از آرمیا جان و تشکر خیلی ویژه از آقای انصاری، اگر اشتباه نکنم. بله آقای انصاری عزیز و نازنین، دوست بسیار نازنینی که انشالله اگر بخت با ما یار باشه و حیات باقی باشه حتما با اونا میشینیم و قرار و وعده های داریم که یک ویژه برنامه هم دیشته باشیم امرا اینا با هم اجرار میبینیم. لب با آمدی کردی اشاره با لیلی، سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم، با امید خدا چنگت بیارم با لیلی، سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم. جگر بند مرا کردی تو پاره با لیلی، سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم، با لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم. اگر در آسمان گردی ستاره با لیلی، سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم. با تو رفتم به تو باز آمدم، از سر گوی او دل دیوانم پنهان کردم، در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانم. چه بگویم با از این زاری مکن، حوس یاری مکن، به خوابارم دل دیوانم بر مزار سینم به غم دیرینم، تو اینو کن دل دیوانم. زیبا و دلنشینم مایوم پیش تو بشینم، یار زیبا و دلنشین مایوم پیش تو بشینم، از دوری تو منگینم ای یار نازنینم، ای یار نازنینم. ای یار به تو وفادارم، بدون تو خارم، به تو وفادارم بدون تو خارم. کاش که میفهمیدی چه زر ترمویم، کاش که میفهمیدی چه زر ترمویم. بدون تو ای یار قلبم غمگینه، بدون تو دنیا به دل نمیشینه، بیا ای یار خوب و نازنینم، بیا از لباتم بوسه بچینم، یار خوب و نازنینم، بیا از لباتم بوسه بچینم. یار زیبا و دلنشینم،
میشه، آسمان دل من پر بارون میشه، تو حوری و شهزاده قلب من، سختی دنیا با تو آسون میشه، سختی دنیا با تو آسون میشه. ای گل گندم عشق قشنگم، هر لحظه هر بار به دور تو به دردم، ای گل گندم عشق قشنگم، هر لحظه هر بار به دور تو به دردم، به دور تو به دردم. که کشورم آباد باشه، دلم مایه که کشورم آزاد باشه، ای خدا جان خیلی آرزو دارم، کشورم از زیبایی ها رنگی باشه، کشورم از زیبایی ها رنگی باشه، شعار هر مرد و زن آزادی باشه، آزادی باشه. چاره سول معنی نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بیگناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره. چاره سول معنی نداره، ظلم و ستم پای داره، سر بیگناه به پا داره، هیچ کس به ما رحم نداره. دلم مایه که کشورم آباد باشه، دلم مایه که کشورم آزاد باشه، ای خدا جان من خیلی آرزو دارم، کشورم از زیبایی ها رنگی باشه. او 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 او